اگر یه استان باشه تو ایران، اگر یه استان باشه تو ایران بخوام به عنوان طبیعت زیباش معرفیش کنم، اصلا شمال نیست، لرستان خرم‌آباد. یعنی اصلا لرستان استانی بود که من همیشه آرزوم این بود که برم با درون توش یه ولاگ تهیه کنم، انقدر من لرستان رو دوست دارم. این ویدیو از چنل سانیا دی دریمز که توی این ویدیو به کوهدشت یکی از شهرستان‌های استان سفر میکنم و مثل همیشه اینجا هستم تا ماجراهای این دفعه رو براتون تعریف کنم. امیدوارم لذت ببرین. بریم ببینیم چه جوریه ولاگش. بیرجند اتوانا داره میگه تمام این جاها رو میخوام برم. آره دریاچه نمک. What's she doing؟ خرم‌آباد. خرم‌آباد خیلی خوشگله، به خصوص خرم‌آباد طبیعت شو اگه ندیدید درود. این درود هم خیلی بامزه است، شهر دروده. طبیعتش کوهستانی جنگلیه، انگار مثلا همون شمال کوهستانیه. نگاه کن طبیعتو. یه چیزی که از این ویدیو برام جالبه اینه که تصویر ویدیو 4:3، یه حالت رترو، فکر کنم عمدن هم این کارو کرده، یه حالت رترو به ویدیو داده، یه حالت شما کالر گرید ویدیو رو هم می‌بینید، یه حالت رترو داره، یه حالت مثلا اولد اسکول درست کرده ویدیو رو. نگاه کن آقا، من الان هر چقدر اینو بخوام بهتون توضیح بدم که فایده نداره که. تا حالا رفتید جایی، تا حالا رفتید جایی فیلم گرفته باشید انقدر قشنگه، بعد میای تو تیلر ویدیو به دوستت به خانواده نشون بدی، بعد اصلا احساس میکنی اونا تحت تاثیر قرار نگرفتن، بعد پشمت میریزه، میگی بابا آخه بعد اونجا باشی که ببینی چه جوریه. اینم هم دقیقه همینه، اگه خودتو بتونی واقعا تو این محیط تصور، نگاه کن جاده داره میره روبرو، چمن بالا، کوه، ابر، یعنی اونجا بری سکته میکنی. این ویدیو داره باعث میشه دلم بخواد برم به سمت ولاگ دوباره. وای ولاگای سفری، من اگه این ولاگای سفری رو انقدر به خودم سخت نگیرم، انقدر سخت گیرم، میگم باید ولاگ فوق حرفه‌ای باشه، واسه همین ولاگ نمیگیرم. مثلا عراق من میتونستم واقعا یه ولاگ از توش در بیارم. نگاه کن خیلی خوشگله. بچه ها اینجا رو ببینید، چقدر عجیب. کاش که تصویری کم عقبتر بود ما میدونستیم مثلا چقدر فضایی. الان فکرم رودخونه داره رد میشه. دوباره کردستان اتفاق افتاد و ما در بارون شدید پیمایش گردیم. البته داریم میکنیم، هنوز به پای اون که نمیرسه البته، ولی خب واقعا فوق‌العاده عالی. تنگه شیرز، تنگه شیرز، اول فکرم شیرازه. نگاه کن، وای بیخ گوشم ها، به خدا کار نداره رفتن. وای یه روز فقط بری همجور بیه چرخی کمپ توری عالی، زندگی فوق‌العاده. نگاه کن چه فصلی رفته، کاش میدونستم چه فصلی رفته. رنگ کوه ها رو میبینی چقدر باحال، انگار قیر ریخته رو کوه ها پایین. اکچولی چیه اینا، قیره طبیعی، خاکه، چیه، چقدر خفنه، تکسچر باحالی داره.
ولی فکر کنم بهار دیگه، یعنی مشخصه تو بهار رفته، مثلا اردیبهشت و اینا بوده. بذارم تاریخ آپلود ویدیو هر رفته باشه، احتمالا مثلا تهش دو هفته قبلش رفته، 13 می، آره دقیقا این ویدیو رو اردیبهشت آپلود کرده، اما فروردین اردیبهشت رفته. الان اگه برید قطعا اینجوری نیست، الان اگه بری و زمستونم، من دوست دارم زمستون بیام، چون البته زمستون اگه برف باشه قطعا محیط متفاوتیه، ولی من همون بهار دوست دارم این اتفاق بیفته، همه چی سبز باشه. تا همین حد میتونم بگیرم. اینم واقعا کثیفه و همه وجودم خیسه با هیچ. ننویسید آقا، گوسفند ننویس، با اسپری رو سنگ ننویس، به تخمم که محمد حسنی اومده اینجا، تو اصلا تو کدوم خری بودی که میگی ننویس، گاو ننویس رو اسپری، به تخمم که اونجا بودی، انگار مثلا خیلی مهمه، ننویس دیگه، آدم باش. کشورته، خونته، ندارم که خشک باشه و تمیزش کنم، ولی خیلی قشنگه، خیلی زیاد. من یه درون دارم، داشتم فکر میکردم بفروشمش، الان که دارم فکر میکنم میگم این حماقتو نکن، کوروش نفروش، حیفه. یه روزی یهو میزنه به سرت، دلت میخواد بری سفر ویدیو بگیری، بعد کونت میسوزه که درون نداری. تو نگاه کن اینجا یه درون بود چه تصاویری میشد بگیری. همین مینیبوس با اون ونای چیز من دوست دارم، ونای خوشگله کوچولوتر. دو سال، چند سال الان شده، 4 سال من این درون رو خریدم، هنوز فلای نکردم باش. و دارن با تراکتور آدمای اون مینیبوس پیاده میکنن که بیان خونه ببینید چه خبره. امسال هم بارش تو ایران فوق العاده خوب بود، این یارو همای سعادت اومد ایران، گایده شد از نظر آب و هوا و همه چی. وضعیت ما بچه ها دارن سعی میکنن زنده بمونن، دارن سعی خودشون رو میکنن. دونه دونه بگی، دونه دونه شکایتتون رو. من آخرین سفری که با این استایل رفتم سفر چابهار بود که با هواپیما رفتیم، بعد اونجا چابهار فکر کنم ولاگ هم یه ولاگ نیمچه چوسه ازش گذاشتم دیگه، اون موقع میگم مثلا ولاگامو اینجوری داستانی نمیگرفتم، ولاگام تصویری بود بیشتر، حالت صحنه های نابش. و یکی از باحال‌ترین و لذت بخش‌ترین ماجراهاش هم مینیبوس بود، با مینیبوس مثلا از خود هتل میرفتیم تا ساحل یا میرفتیم تا درک و اینا، خیلی خنده دار بود و خوش می‌گذشت. خب شایان تو بگو الان از ساعت چنده؟ نهار خوردید اول شما؟ نهار به شما دادن؟ با سلام. شیرز، تنگه شیرز، کاش کسره میذاشت زیر ره، من فکر کنم تنگه شیرزه. وقتی ما رفتیم و خیلی بارون شدید و پانچه‌هامون همه خیس شد و هر لایه لباس ما وجود داشت. سفر جالبی میتونست باشه اگه بارش باران اینجا بود، به نظرم وقتی همچه سفری میخوان در نظر بگیرم واسه یه سن مسافر و قبلش وضعیت آب و هوا رو چک. البته اینو برای توری راست میگه، برای تور رفتن و اینا به نظر من بهتره هوا یکم بهتر باشه، ولی من خودم مثلا دوست دارم همچون بارون باشه، هرچند دهنت هم سرویس میشه بارون گل و همه چی. من فکر میکردم سفر آسون رو احتمالا خواهم اومد که صرفا بحث این بارندگی و اینا بود و فکر میکردم که همه چیز اوکی باشه، ولی هرچی گذشت همه چیز بدتر شد. الان طبق آخرین اخبار محلی ما تا ساعت 12 اینجا خواهیم بود، از ساعت 4 تا الان که 6:30 و تا 12 شب هم قرار بمونیم. بعد چی دیگه اینجا علاف شدیم، هیچ حرفی من ندارم، شما احساس من با اونای خانم برو بارون گفته بودن، ولی خب یه رودخونه رو که نگفته بودن، یه دونه میشه نمیتونیم بریم زیر. خب آخر یه دونه باید یه کاری. آره احساس میکنم که یکی از بلاهای طبیعی بوده رودخونه، شما اینطور فکر نمیکنید؟ به نظرم این بی‌حجابی باعث میشه بلا. من میدونم همه اینا مقصر منم، من از همه عذرخواهی میخوام، اینا اصلا چش ندارن تیم ما رو ببینن. سال بعد ولاگمون نشه، امیدوارم همین امسال. تو
بویای چی شده؟ خیس شده؟ خیس شده، گشنم، سردم، جیشتم. و نمیدونیم الان آذوقه هامونم داره تموم میشه. هدلایت هم هیچ کدوم نداریم و نمیدونیم آفتابم که لب گومه. همونطور که شما به آینده امیدوار. شما فکر میکنین که ما 12 شب از اینجا خلاص شیم یا فکر میکنین زودتر اتفاق میفته یا دیرتر؟ اونو هیچ کسی نمیدونه. باید امیدوار باشیم. نظر شما چیه؟ اوکی که ازت فیلم بگیرم؟ والا من خیلی خوشحالم یه فیلم اینو بود با چالشه نه واقعا حالا جدی میگم چالشه بچه‌ها این چالش ما زیاد تو این سفرا هم دل تو این مینو راست میگه هم دل خیلی زیاد همه خوراکی فکر کنم بچه ها همه چیزو گفتن خب ولی نظر شخصی من راجع به اتفاقاتی که الان داره برمون میفته من خودم من سلام گرفتم نه که بخش سفره دیگه مثلا تقصیر هیچ کس نیست که رودخونه اونطوری شد اصلا بدبخت هیچ کس ایران نیست الان چند ساعتی که با لباسای خیس با هم داخل مینی بوس بخار گرفتم و منتظر باز شدن نه با کمیته که خیلی قبل تر بود داداش کمیته که مال دهه 60 بود من بار دیگه یاد گرفتم این به نظرتون از این اسفنجای دور کارتونه گذاشه پشت آینه یا سنگ مرمره؟ لباساشون آویزون کردن که چقدر وقتی در شرایط سخت کنار هم باشیم کاشکی بیشتر این دوربینو میچرخون مثلا میرفت از رو تپه این مسیر رو میگرفت اینا تو ولاگ گرفتن خیلی چیز جالبی ها شما مثلا میخوای سفر رو ثبت کنی اینکه به مخاطبت نشون بدی کجا قرار داری خیلی چیز باحالیه مثلا من اگه به جای این دختره بودم یه دقیقه بدو بدو میرفتم اون بالا یا یه جای این ورترش یه دونه لانگ شات از بالا که اینا دقیقاً در چه شرایطی قرار دادن میگرفتم سلام اینا مهمه شما چه خبر بعد وقتی های مردم گولر میاد وقتاتون شستی ولی یه وقتامون همون چرک پوشیدی جارو پارو کردی منش سلام همونطور که میبینید سقف عرق کرده است آجی سقف عرق کرده واقعا این عرقه از بخار آب پشمام زندگی آسون تر میشه بعد همه این سختی‌ها رو میکشیدیم تا به همین همدلیه میرسیدیم به این که بالاخره باید به همین رو قانع باشیم و اون بار تشتیم و البته یه چیزی بهتون بگم من الان گوپرو 8 دارم خیلی دلم میخواد مثلا برای سفرهای این شکلی یه دوربین بگیرم یه دوربین پک حتی من با دوربین گوشی هم به نظرم اوکی ولی یه دوربین جمع و جور اصلا من به نتیجه رسیدم دوربین بزرگ تو ولاگ و اینا اذیت میشی به خصوص تو ایران که دوربین گرفتن دست تو اینا یکم سخته بهترین آپشن گوپرو از این گوپروها بگیری که جای مثلا گوپرو 12 فکر کنم الان اومده 11 بگیری یا مثلا 360 بگیری یعنی بعضی جاها رو یهو 360 بگیری نگاه کنی مثلا این برون بر. نمیدونم ولی دوربین سبک و خیلی میشه باشون تصاویر قشنگی گرفت ازمو پاکت الان فکر کنم همچنان گوپرو بهتر از ازمو باشه ازمو هم یه مدل دوتاشون الان رقیب شدن دیگه الان میدونم که ازمو و گوپرو رقیب هم ولی گوپرو همچنان فکر کنم بهتره اصلا آفرین دوربین بزرگ دستت ببینن خف میشه الان من اصلا دوربینم پک چیز داره LCD نینجا داره الان یه دوربین حرفه‌ای پک حرفه‌ای برای استودیو اینا دارم یا مثلا برای ویدیوهایی که بخوام برم مثلا ویدیوی مخصوص ولاگ شات‌های مختلف بگیرم مثلا 10 بیت ولی برای ویدیو ولاگ گرفتم من نمیتونم اونو با خودم ببرم مثلا کونم پاره میشه هی بخوام اونو در بیارم بذارم تنظیم کنیم مثلا اذیت میشه ولی یه گوپرو خیلی جوابه و بالاخره بعد از 3 ساعت راه نگاه کن چه سیلی داره گوپرو واید میگیره نه الان گوپرو که میتونی تنظیمش کنی مثلا تله بگیره یکم از اون حالت واید در بیاره بعد داری واید اوور نگیره خوبه خیلی اینجوری پخ نباشه میشم از این دوربین سونی استفاده کرد که لنز میخوره
زی صفر وان از اونم، اونم چیز خوبیه، جمع و جور کامپکه، اونم به نظرم خیلی خفنه، شاید بهترم باشه. داره چند سالشه؟ به نظرم 14 ساله، 13 که نه، 14 15 ساله میاد، استعداد داره، میبینید شبیه سینمایی روایت کرده چیزشو، واسه همین با سلیقه است، ان 4 3 کردن تصویر و اینا خیلی دارم حال میکنم. موزیک و طبیعت کردی بچه از مافیا یکی بازی کرد، اقامتگاه پشما، وای خوابیدن این شکلی بغل هم پشما، احتمال و امکان. بعدم بدترین شرایطی که تو اینجور مواقع پیش میاد، خوابیدن اینجور بغل دوستات، بغل هم میخوابی، یه اینی که گوزت بیاد، وای. یه خاطره معروفم گفتم که دوستم گوزید بندازه گردن من، اومد بگوزه بگه ای کوروش، بعد بعد هول شد گفت ای کوروش، بعد گوزید، یادم افتادم. این اینجور شرایط تنها چیزش بعدش اینه، حتما قبل از که بخوابی دستشویی بری. ببین لرستان پر از این جاده هاست، اینجوری اینجوری میشه وسط طبیعت بیاد خیلی زیاد. سفرهای غیر قابل پیشبینیه، سفر و تجربه. نگاه کنید، ببین همین شاتو میبینی، به خدا دارم جدی بهتون میگم، الان مثلا شما جاده 50 لاس وگاس تگزاس، یکی از معروف ترین جاده های آمریکاست که همیشه تو فیلم ها میبینیم، جاده متروکه درازه، همین جاده‌ای که دارید می‌بینید، تازه جاده معمولی تو لرستان رو روز صفحه سینمایی ببینید، با جان خودم پشماتون می‌ریزه، اینقدر خفنه. مربع لطفاً طوری بیاید. بعید بدونم اون سوتی داده تو پیش دستی کردی زودتر گوزیدی. نه واقعاً اینو تعریف کردم، اون بدبخت اومد به گوز بنداز گردن من، یه ساعت هماهنگم کرده بود تو ذهنش، همون تو ذهنش اینقدر هماهنگ کرده بود هول شد، یه ساعت هماهنگ کرده بود، گفته بود الان من می‌گوزم، بعد میگم ای کوروش، آقا این بدبخت اول گفت ای کوروش، بعد گوزید، گفتیم ها چرا، بعد خودش خندش گرفت نمیتونست حرف بزنه، گفت بعد برامون تعریف کرد، من میخواستم اول بی بگوزم، بعد دیگه ای کوروش، بعد گفتم ای کوروش، بعد گوزید. ایت که تو کار جا بشه، جاده 50 56 یا 50 نمیدونم، یه هم چیزی. خرم آباد خیلی خوشگله، نگاه کن، کمتر از آبمون خورد بشه و هنوز هم خوش بگذره. بعدی حالا دیگه هر دوش بر ماه دیگه، نسومون تو اینه نسومون تو. همسفرهای ما خیلی با سلیقه از پشمام از ادیتش ریخته. همسفرهای ما خیلی با حاله، خیلی با استعداده، اگه خودش ادیت کرده باشه. سلام سلام، شجاعتون خالی، داریم چای میخوریم، چای بعد از همون میچسبه. مخمل و کو 11:36 مخمل و کو، چه اسم باحالی، مخمل و کو، بکنم به اسمش از اینه که نگاه کن انگار مخملیه، میبینید، فکر کنم و احساس میکنم اینه، انگار رو صخره ها مخمله. 66 بازی بود، اینش مخمل و کو، مخمل کو. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. اسپیشال دانش سفر تجربه گروپ، خیلی ادیتشو کی زده ادیتش، بذار ببینم. اسپیشال تانکس تو مهدی، کاش که بزنه. انتخاب موزیکا اصلا جذب نداری، اتمسفر نداری، سوزنه سوزنه نداری، ابرو بارون نداری،
هیچ راهی که بس کنه فقط نگاه کنید. راهی که بس کنه فقط کجا راه بسته شده. مهزا گیان رو مریف کچ نداری، ساز نداری، آدم دلش نمیاد اصلا نگاه نداری. ویو خوشبه بریم که یه سفر باقالده رو سفر شکل ببین اصلا بلده و بس الان گفتم الان تموم میشه. واقعا هم اینجا دوربین کثیفه دستش اومد رو دوربین تمیز کرد اینا رو نمیدونم بس سینمایی بدونید منظورم چیه. خیلی ولاگ قشنگی بود از چنل سانیا دی دریمز، واقعا قشنگ بود انتخاب موزیکا، نوع ادیت، بعد اصلا تصاویری که انتخاب کرده. این نشون میده که شما برای اینکه ولاگ خوب بسازی اصلا لازم نیست حتما دوربین خوب، تجهیزات فوق حرفه‌ای داشته باشی، فقط کافیه یه مقدار یه ذره سلیقه داشته باشی دیگه. میگن عکاس خوب، عکاسی در واقع برای عکس خوب گرفتن نیاز به دوربین خوب نیست، نیاز به عکاس خوبه. یعنی عکاس مهمتر از دوربینه. اتفاقا یه بار پارسا بود داشتیم حرف می‌زدیم، میگفت می‌خوام دوربین بگیرم، گفت نه تو اصلا برو دوربین رد بگیر، تا زمانی که اون کسی که پشت دوربین بلد نباشه چیکار کنه که فایده نداره. خیلی ولاگ قشنگی بود، خیلی ولاگ خوبی بود، خیلی حال کردم. مرسی از پارسا که این ویدیو رو ساجست کرد و خیلی لذت بردم، جدی خیلی باحال بود، خیلی خوب بود. نایس